شبکه اطلاعاتی جهانی نکاس خبر گزارش‌ها و پخش برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد. مهم آن است که قوه‌ها طرفداری کیستند. مهم آن است که قانون طرفداری کیست. در استودیو محمد موسی ادریس و این برنامه حقوقی شما است و با مقصد دادن مسئله‌های حقوقی و جواب گفتن به سوال‌هایی که دوام یافته به ما ارسال نمودید، به استودیو دعوت کرده‌ایم حقوق‌شناس همزمان سودی سودی اقتصادی شهر دوشنبه برادزاده زمرد محرمیان. شما را به برنامه شما دید میگیم و شروع میکنیم از سوال نخستین. میخواستم که درباره مقامات سودی همچون شاخه مستقل حاکمیت دولتی در جمهوری تاجیکستان معلومات میدادید. طبق ماده 9 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حاکمیت دولتی در اساس تجزیه آن به حاکمیت قانونگذار اجرایی و سودی عملی میگردد و در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بابی الهیده یعنی بابی هشتم بخشیده شده است به مقامات سودی جمهوری تاجیکستان و عبارت از ماده 84 تا 92 و اون تغییرات و ایلوه هایی که با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بار اخیران یعنی 22 می سال 2016 با طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید با این باب نیز تغییرات و ایلوه های نو نیز وارد کرده شد. در جمهوری تاجیکستان اینچنین قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان عمل کرده ایستاده است و برای با عمل برآوردن عدالت سودی مقامات سودی امروز فعالیت می نماید و برای حفظ نمودن حقوق و آزادی های انسان و شهروند و تکمیل دادن دانش خودی همین شهروندان مقامات سودی فعالیت کرده ایستاده است و در جمهوری تاجیکستان نظام سودی جمهوری تاجیکستان عبارت از سودی کنستیتوسیونی، سودی عالی اقتصادی، سودهای شهر و ناحیه ها، سودهای ولایت ها، سودهای حربی و اقتصادی شهر ولایت ها می باشند. و امروز ها قید کردنی هستم که اون کتگوریه پرونده هایی که чи дар судҳои умумӣ, чи дар судҳои ҳарбӣ ва чи дар судҳои иқтисодӣ баррасӣ мегарданд, барои барқарор намудани адолати иҷтимоӣ аз тарафи худи мақомоти судӣ амалӣ мегардад. Саломат бошед. Шумо ки масалан судяи суди иқтисодии шаҳри Душанбе мебошед, имрӯзҳо фаъолияти судҳои иқтисодӣ ва баҳсҳое ки дар судҳои иқтисодӣ баррасӣ мегарданд, کدام کاتگوری پرونده ها هستند و کی ها خود دارند که به سودهای اقتصادی و با کدام دعوا مراجعه کنند؟ البته امروز ها با سودهای اقتصادی می توانند با عریضه یا که با عریضه های دعواگی به سود مراجعه کنند. خود دعواگران، جوابگران و کی ها شده می توانند سوبیکتون سودهای اقتصادی. طبق قرار پلنوم سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان هنگام بررسی نمودن پرونده ها در سودهای اقتصادی پیش از همه سودیا به دو خصوصیت بحث اهمیت جدی دهد. پیش از همه این سوبیکتی اما شخصی که عریضه پیشنهاد کرده است و دویم پردمیتی بحث یعنی سوبیکت که ها شده می توانند. سوبیکتی سودهای اقتصادی соҳибкорони инфироди ва шахсони ҳуқуқӣ ки онҳо ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд метавонанд ки ба судҳои иқтисодӣ ё ки ба суди олии иқтисодӣ, судҳои иқтисодии вилоятҳо бо аризаҳои даъвогӣ, бо ариза ба суди олии иқтисодӣ бошад, бо шикоят ё бо эътирози худи раиси суди олии иқтисодӣ ё прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ карда шаванд. Ва предмети баҳс бояд ки хусусияти соҳибкорӣ дошта бошад. Ва имрӯзҳо барои баррасӣ намудани парвандаҳо дар судҳои иқтисодӣ, ки бисёр зиёд шуда истода рӯз ба рӯз, ва ҳастанд соҳибкорони инфиродӣ ё он шахсони ҳуқуқие, ки дар баъзан ҳолатҳо ба камбудиҳо низ роҳ медиҳанд ва ҳангоми
پیشنهاد شدنی عریضه یا عریضه دعوگی پیش از همه سودیا با آنها عریضه آنها رو به حرکت میموند و برای اصلاح نمودنی کمبودی ها با آنها وقت جدا میکند و بعدی کمبودی ها اصلاح شدن میتواند که با استحصالات خود قبول نموده مورد بررسی قرار دید. سلامت باشید. امین از سوال و جواب هایی که در برنامه های ما صورت میگیرد، مثلا شهروندان شاید علاقه میدونند که وقتی که به سودهای عمومی با یگان شکایت مراجعه میکنند و سود زینه پایانی همون بحثی همون ها رو حل می نماید و آنها ناراضی می باشند، به سود زینه شهری یعنی با شکایت کساسیونی مراجعه میکنند. در سودهای اقتصادی همین عملیات چگونه است؟ در سودهای اقتصادی باشد این عمل کمی فرق میکند. پرونده هایی که در مرحله یکم بررسی کرده می شود این در سود اقتصادی شهری دوشنبه و سودهای اقتصادی ولایت ها یعنی ولایت سخت، ولایت ختلان و ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بررسی می گردد. چون که در دیگر ناحیه ها سودهای عمومی امروز کار و فعالیت کرده استادند، سودیا ها بحری ولایت قانون با عمل براری عدالت اجتماعی کار و فعالیت نموده استادند، لیکن در ناحیه ها سودهای اقتصادی نیست. برای همین مرحله یکم بررسی می گردد، هم از طرفی سود اقتصادی شهری دوشنبه، سودهای اقتصادی ولایت سخت، ولایت ختلان، ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و این چنین سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان نیست در مرحله یکم بررسی می نماید. هنگامی روزی نشدن به سند سودی مرحله یکم طرف ها حقوق دارند که با شکایت کساسیونی به سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان مراجعه نمایند و سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان میتواند در مرحله کساسیونی بعدا نظارتی بررسی نماید. سلامت باشید. با شما یک چند قبیل پرونده ها رو نمبر کردید که در فعالیت سودهای اقتصادی بیشتر با میخورند، همون پرونده هایی که اوهید برهمدهی تشکیلات های قرضی خورد یا اینکه مفلس شوی بررسی میشوند در سودهای اقتصادی و بسته با همین قبیل پرونده ها معلوم میدودید؟ چون این کتگوری پرونده ها قید کردنی هستم که سالهای پیش قریب که نبود، چون که قانون در باره مفلس شوی در جمهوری تاجیکستان عمل میکرد، اما قانون جمهوری تاجیکستان در باره برهمتی تشکیلات های قرضی سالهای پیش نبود و امروز ها کتگوری چون این پرونده ها مخصوصا در سود اقتصادی شهری دوشنبه بسیار تر است و قریب که ما هر روز بررسی می نماییم و اینجا باید قید نمود که پرونده های مفلس شوی از پرونده های برهمتی تشکیلات های قرضی فرقیت کلان دارد و چون این کتگوری های پرونده ها قید کردن لازم است که با طریق دست جمعانه بررسی می گردد و قانون جمهوری تاجیکستان در باره برهمتی تشکیلات های قرضی مشخصا نشان داده است که چون این کتگوری پرونده ها با عریضه بانک ملی تاجیکستان بررسی میگردد و مهلت بررسی پرونده ها در برای برهمتی تشکیلات های قرضی در قانون مشخصا نشان داده شده است و پرونده ها اوید مفلس شوی باشد در اینجا سوبیکت میتواند که خودی همون شرکت یا که جمعیتی دارای مسئولیت محدود باشد یا که جمعیتی سهامی کشاده یا پوشیده باشد میتوانند که آنها خودشان با عریضه به سود مراجعه نمایند و این کتگوری پرونده ها نیز با طریق دست جمعانه بررسی کرده می شود و امروز ها تجربه نشان می دهد که مخصوصا در شهر دوشنبه تشکیلات های قرضی خورد بسیار هستند، فعالیت می نمویند و هنگامی آغاز نمودن فعالیت کاری خود یا که حسابات پیشنیاد نمودن البته باید که بانک ملی تاجیکستان نیز آگاهانیده شوند و با عریضه های بانک ملی پیشنیاد کرده می شوند و این کتگوری مفلس شوی باشد علاوه پیشنیاد کرده می شوند. سلام باشد. همین وقتی که یک شرکت یا اینکه همون یک تشکیلات
قرضی خود برهم داده می شود یا اینکه مفلس اعلان کرده می شود، همون نفرانی که مثلا تشکیلات قرضی خود باشد در همون جا یکون دپازیت دارند یا که مبلغ های یک شرطنامه دارند با آنها، تا آنه که همین میانی آنها همون شرطنامه پورا مثلا برقرار کرده نمی شود، پورا همون نفر مبلغش رو نمی گیرد، می تواند که همون مفلس اعلان کرده شود. در کدام حالت ها مفلس اعلان کرده می شود؟ در قانون مشخص نشان داده شده است که هنگام خود همون تشکیلات قرضی خورد باشد یا که بعضی حالت هایی هست که اونها بگراو مبلغ های قرضی می تیند، بعضی حالت هایی هست که گراو هم هست، لیکن عهده‌داری های پولی رو در نزد قرض میزاجان خودشان نمی توانند که اجرا نمایند، عهده‌داری های خود رو نمی توانند اجرا نمایند. در این حالت از طرف بانک ملی تاجیکستان برهم دهنده تعیین کرده می شود و تا سود تا عریضه به سود وارد گشتن تمام فعالیت تشکیلات سنجیده دیده می شود و در کدام حالت قرار داشتن و بعدن با فهرستی که از طرف بانک ملی به سود پیشنهاد کرده می شود دیده می شود و اینچنین گفتنی هستم که اون مدیرای مخصوصی که سود تعیین می نماید اونها با اجازت نامه بانک ملی تاجیکستان که دارو می باشند نامزدها پیشنهاد کرده می شود به سود و سود یکی از اون نامزدها رو می تواند که به حیث مدیر مخصوص تعیین نماید و تمامی از روزی تعیین گشتن همین مدیر مخصوص تمامی فعالیت تشکیلات قرضی به مدیر مخصوص داده می شود و هر سه ماه مدیر مخصوص به سود حسابات اویدی در کدام حالت جای داشتن یا که فعالیت هر روزه خود یا اینکه می شود حالت هایی که با میزاجان و می خورند و به سود پیشنهاد می کنند. این چونین در ماده 33 قانون جمهوری تاجیکستان درباره برهمتی تشکیلات های قرضی آمده است. هنگامی پیدا شدن بحث باید که خود مدیر مخصوص با خود همون قرضیان هستند حالت هایی که مفلس اعلان می شود دیگر وی میزاجوی پیشتره نمی خواهند که مبلغ قرض را پرداخت نماید. این حالت نیز جای دارد و امروز یک پرابلم اساسی در سیستم بانکی آن همین است که اونها می خواهند سرکشی نمایند، لیکن وقتی که با اونها ما مثال در رفیه های سودی بررسی می نماییم، در سودها آگاه می نماییم و مدیرم به چون و چرا با اونها کار و فعالیت می برد و در مورد سیبسیم اومده است که می توانند که خودی همون میزاج و خودی همین مدیر مخصوص با یک مصالحه بیایند و اونها هنگام پیشنهاد کردن عریضه از طرف سود تصدیق کرده می شود. هنگام پیدا شدن بحث باشد اینها در سودها بررسی میگردن. در سودهای اقتصادی یا در سودهای عمومی؟ بعضی حالات هایی هست که اگر که از خودی طرف ها وابسته است، چه خیلی که من گفتم قرار پلنومی سودی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان اگر سوبیکت سودهای اقتصادی باشد در سودهای اقتصادی، اگر که سوبیکت شهروند باشد اینها در سودهای عمومی بررسی میگردن. سلامت باشد. در پیامی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیر رحمان به مجلس عالی کشور که 26 ژانویه سال جاری ارائه گردید راجع به دستگیری صاحب کاران و سوبیکتان خواجگی دار نقطه های مهم یادرس شدند که وابسته به همین موضوع ها شما چی گفته می توانید؟ البته پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که 26 ژانویه سال 2021 ارائه گردید تمام سمت‌های اساسی داخلی و خارجی کشور را در بر می‌گیرد و پیش از همه قید نمودن که ما باید به 30 سالگرد استقلالیت آزادی وطن عزیزمون تیاری نقص بینیم و بعدا سال 2020
به نهایت سالی وزنین گذشت چی برای خلق کشوری عزیزمون و برای تمام جهانی کشور اولام و قای نمودن که البته این پاندمی کووید 19 که اومد بسیار خلق تاجیک رو نیز متلف دادیم و با بحران اقتصادی نیز آورده رسانید و برای پیشگیری نمودن و گذشتن از این بحران اقتصادی و برای با فعالیت یک با یک الهامی بلند کار و فعالیت نمودن سخنرانی نمودن و قای نمودن که در سال 2020 بغیر از تلفهای زیاد نیز برای جمهوری تاجیکستان یکی از سالهای سیاسی بود چون که هم انتخاب پرزیدنتی جمهوری کشوری ما اینچونین انتخابات مجلس نمایندگان وکیلان مجلس نمایندگان در جمهوری تاجیکستان در یک فضای صلح و ثبات در یک فضای آرامی در وحدت ملی گذرانیده شد و این نیز باعث افتخار می باشد و وابسته به فعالیت صاحب کاری وابسته به سوبیکتون خواجگی‌دار مخصوصاً به یک چند کارخانه ها و وزارت ها و رئیسان شهر و ولایت ها سپاریش ها داده شد از جمله برای دستگیری نمودن صاحب کاران و فعالیت صاحب کاری در جمهوری تاجیکستان قای نمودن که برای صاحب کاران استحصالی دستگیری یافتن و سرمایه خارجی اینچنین برای پیشرفت کاری هر روزه آنها ما باید که امکانیت ها جای نماییم و اینچنین قای نمودن که باید که کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان که امروز عمل کرده استوده است در تحریره نو قبول کرده شود و تا ماه مارت به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود و نسبت خواجگی های دهخانی سوبیکتون خواجگی دار که با زمین با کشت و کار فعالیت می نمایند به آنها سپارش داده شد که آنها می توانند که در یک سال حاصلی سه مراتبه حاصل گیرند و قای نمودن که خواجگی های دهقانی از سپاریدن انداز به مهلت یک سال آزاد کرده شوند. قید کردنی هستم که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام امساله و در پیام های سال های گذشته نیز نسبت صاحب کاران نسبت خصوصا صاحب کاران زنان نسبت سیستم های بانکی علم معارف فرهنگ و امسال نیز دایر به تندرستی به نهایت غمخوری زیاد توجه زیاد دارند و این نیز برای پیشرفت کار و فعالیت جامعه امروز می باشد. سلامت باشید. همچنین پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان یک نقطه دیگر را قید کردند که با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی پیشنهاد می نمایم که سال جاری در جمهوری تاجیکستان بنابر قانونی گردانی مبلغ ها و دیگر دارایی ها عفو گذرانده شود. امین رو از جهت حقوقی شما شرح می دادید. البته چخیل که من قای نمودم به یک چند وزارت و کارخانه ها سپاریش ها داده شد از جمله به وزارت مالیه و کمیته سرمایه گذاری دولتی و به کمیته انداز و پیش این قانون درباره عفو در جمهوری تاجیکستان سالهای پیش سال 2002 سال 2007 قبول گشته بود و امروز اگر ما درباره اف گپ زنیم ممکن تماشابین فکر میکند که ما اف جنایتی رو در نظر داریم. اف از طرف سرور دولت از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول میگردد و اف قانون درباره اف و نسبت اون جنایت ها و کردار هایی که جنایت ساتیر کردن و الوهیده میباشد و اویدی که در پیام قید گشت این اف مال و ملک است. سالهای پیشین وقتی که سال 2002 و 2007 قبول گردید یعنی اون کارخانه هایی که از دوره پیش گویم سایوز
اتحادی شوروی بودند و فعالیت میکردند، بعدا از کار موندند و برای باز اثری نو کارکار نمودن آنها به خلق، یعنی به خلق کشورمون، سرور دولت امکانیت میدهد، یعنی قانون در برای اف قبول میگردد تا که باز اثری نو زنده گردانیدنی فعالیت صاحب کاری در امروزه جوابگو بودند و برای همین با کمیته سرمایه گذاری و با یک چند وزارت ها نیز سپارش ها داده شد که به حکومت جمهوری تاجیکستان باید که اون سند های معیاری حقوقی که امروز عمل کرده استودند با طلبات امروزه جوابگو باشند و برای همین با اونا مهلت داده شد که به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. این چونین دایر به فعالیت بانکی، دایر به پیشرفت تشکیلات های قرضی که امروز این یک پرابلم بسیار کلان می باشد که بسیاری میزوجان مبلغ های قرضی خود را در بانک ها گذاشتند و گرفتن نمی توانند. این خیلی بحث ها به نهایت در سطح بسیار است و برای حل نمودن همین بحث ها نیست با بانک ملی تاجیکستانی سپارش داده شد که سند های معیاری حقوقی که وابسته به فعالیت بانکی، اون دستورالعمل بانک ملی، اینچنین دیگر سند ها، مثلا قانون جمهوری تاجیکستان در باره برهمتی تشکیلات های قرضی بسیار در بعضی حالات ها نارسایی هم هست، برای همین اثری نو در به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. سلام علیکم باشد. اگر شما دارم судҳои иқтисодӣ низ фаъолият мекунед, мо якчанд саволҳои шаҳрвандон ҳастанд ки тобеияти суди иқтисодӣ надоранд. Раҷабов Абдунабӣ, сокини шаҳри Ҳисор, суол ирсол кардааст. Мегӯяд ки соли 2019 бо оилам хонадор шуда, дар қайди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ қайди никоҳамонро баргузор кардем ва бо гузашти 3 сол аз зиндагони якҷоямон фарзанддор нашудем. میخوام که از اویلان جدا شده اویلای نو برپا کنم و همسرم نیز راضی است. ما باید با کجا مراجعه کنیم؟ چه خیلی که شهروان قای نمودند، سال 2019 اویلا برپا کردند و تا امروز یعنی در به مهلت 3 سال زندگی یک جای دارند و فرزند ندارند. اگر بحث نباشد بین زن و شوهر، اگر که اویلای اونها چه خیلی که اونها قید نمودن روزی باشد، روزی که خود را داده باشد، اونها به سود میتوانند که مراجعه نکنند. اونها حقوق دارند که به ثبت اسنادی حالت شهروندی که عقد نکاح خود را به قید دولتی گذراندن میتوانند که با عریضه مراجعه کنند و به بحث میتوانند که از هم جدا شوند. لیکن در حالتی که یکی از طرف ها روزی نباشد، خواه زن خواه مرد، در این حالت بحث پیدا می شود و آنها میتوانند که با سودی از روی محل زیستشان یا که از روی جای استقامتشان میتوانند که با سود با عریضه اوید بیکار کردن عقد نکاح مراجعه نمایند. سوال دیگر از نام ساکن ناحیه ورزاب نظرف دلاور میگویند که سال 2016 به یک نفر دوستم به داشتن یگان شاهد و همچون زبان ختم نگرفتم یک مبلغ معین قرض دادم و طبق وعده او باید بعد 2 سال قرض رو برمیگرداند و عین حال 5 سال گذشت او باشد اما مبلغ رو بر نمیگرداند و از دادن همون قرض من قاطعانه سرکشی میکند. در این صورت من چه حقوق را دارم هستم؟ از سوال به میان آمده معلوم می شود که این بحث بین شهروندان است و امروز ها کتگوری چون این بحث ها نیست در سودهای اقتصادی بسیار هستند، لیکن اینها بین بانک ها صاحبکاران انفرادی یا شخصان حقوق می باشند. در این سوال چون این است که برای حفظ حقوق های خود، حمایت نمودن حقوق های خود، شهروند می تواند که به سود مراجعه کند. لیکن اگر نقض می شد هنگام دادن مبلغ قرض، آنها باید که همین شرطنامه رو در شکل خطی به رسمیت می درآوردند، چون که تمام دلیل های اثبات کنی مطابق کودکس و مروفیوی امروزه که در جمهوری تاجیکستان عمل کرده استوده است به خودی طرف ها وابسته است و البته هنگام پیدا شدن بحث اونها میتوانند که در بسود مراجعه نمایند و موردی بررسی قرار دهد.
مقصد اساسی همین برنامه ما هم بالا برداشتن سویه دانش حقوقی بینندگان است. آیا ما در همین موردی که شهروند ذکر نموده است میتونیم بگیم که همین دعوایی که همین نفر میخواهند با اون به سود مراجعه کنند به اساس است؟ یگان اساس ندارد. مثلا باید حتما شرطنامه همون خطی داشته باشند. از این سوالی به میون آمده معلوم میگردد که اونها این بین خودش و رفیقش با طریق خطی پیشنیاد نشده است. ما این رو فهمیدیم، لیکن هنگامی بحث پیدا شدن و در سود هنگامی بررسی نمودن میتواند که به سود مراجعه کنند. در بعضی حالات ها هستند که اونها شاهد پیشنیاد میکنند با شاهد یا که دستخطی که هست، لیکن اگر نقض میشد که همون به طریق نتریالی از قید دولتی میگذشت، در این حالت به چون و چرا دعوا قانع میشد. مورد بررسی قرار میگیری و اگر اساس همه بودن قانع کرده میشد. و سوال نوبتی از نام یک نفر شهروند که نامش رو افشا نمیکنه، میگویند که برای بررسی پرونده اگر طرف ها راضی نباشند که همون سودیه انتخاب شده پرونده اشون رو بررسی کند، آیا اونها حقوق دارند که نسبت ایوازی سودیه ردیه پیشنیاد کنند؟ البته کدکسی مروفیهی که امروز ها تمام مروفیه سودی طبق کدکس مروفیهی تطبیق میگردد، از جمله کدکس مروفیهی گراجدانی جمهوری تاجیکستان، کدکس مروفیهی اقتصادی جمهوری تاجیکستان، مخصوصا در سطح اقتصادی من هنگامی بررسی نمودن پرونده پیش از آغاز مروفیه مطابق ماده های 20, 21, 22 کدکس مروفیهی اقتصادی جمهوری تاجیکستان به طرف ها حقوق ردیه پیشنهاد کردن رو باید که سود فهمانیده دید. در کدام حالت ها طرف ها، یعنی دعواگر یا جوابگر یا عریضه دهنده یا شخص منفعتدار حقوق دارد که نسبت سود یا نسبت کتیب مجلس سودی ردیه پیشنهاد کند؟ در حالتی که قانونگذار مشخص نشان داده است اگر حقوق های یکی از طرف ها فکر کند که پایمال می شود یا که سود یک طرف ها بررسی می نماید یا که منفعت های یکی از طرف ها پایمال شده استوده است یا که سود یا سودیا با یکی از طرف ها علاقه خشوت باری داشته باشد یا که در بررسی قبلی همین پرونده اشتراک کرده باشد به حیث پراکرور یا که به حیث مفتش و اون چیزی که قانونگذار امروز نشان داده است فهمونیده داده می شود و طرف ها البته همه در نزد قانون برابر است، نابسته از آن که اونها دعواگر هستند، جوابگر هستند یا که مقامات هایی که امروز ها در مرافعه سودی به حیث طرف اومده اشتراک می نمایند اونها نیز برابر هستند و البته اگر ردیه اونها اساسنا کرده شود از طرف رئیسی سود، اگر رئیس نباشد معاون سود بررسی می گردد. حکیمزاده شهنازه ساکن شهر وحدت به ما سوال ارسال کرده است که محتویش چنین است. میگوید 5 سال قبل با یک فرزند از همسرم جدا شدم، از کمک پولی و الیمنت پورا دست کشیدم، میخواهم که فرزندم را به نام خودم گذرانم اما سابق شوهرم راضی نیست. به روزیگی و اجرا نمودن همین عمل موافق قانونگذاری های ما میتواند جای داشته باشد و بر ضمن این نیتی به خارج کشور سفر کردن را دارم، شوهر سابقم باشد ضد همین نیت های من میباشد و برای بردن فرزندمان دخترچه‌مان به خارج کشور مانعگی میارد، به من چه مسئولیت حقوقی داده میتواند؟ امروز ها در سودهای عمومی کتگوری چنین پرونده ها خیلی زیاد هستند و مناسبت های زن و شوهر یا فرزند را کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان به تنظیم می دارد و از سوالی به میان آمده معاین کرده می شود که فرزند یعنی دخترچه اونها نابالغ است، حالا به سنی به بلاغت نرسیده است و اوید محروم کردن حقوق پدری ممکن مادری کودک به سود مراجعه نماید، لیکن قانونگذار معاین کرده است که در کدام حالت ها می شود که حقوق پدر را محروم نمایند و عذر مادر می خواهد که فرزند خود را
به خارج کشور برد و اون نمیتواند، چون که قانونگذاری امروزه جمهوری تاجیکستان، اون قانونهایی که عمل کرده استودند، این چونین قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر اجازت نمیدید که فرزند نابالغ خود را به روزیگی پدر با خارج کشور برد. این ممکن است بعدی به بلوغت رسیدن دخترچه اونها، یعنی بعدی به سن 18 رسیدن، بعد ممکن است که گرفته برد. او بسته به همون نامگذاری فرزندشون رو گویند که میخوام به نام خودم گذارم. این غیر امکان است. سلامت باشید و بینندگان گرامی، شما میتوانید با تلفن 2776703 طول هفته زنگ زده سوال و مشکلات جای داشته حقوقی خیش را به عنوان برنامه حقوق شما ارسال نمایید و حتما از جانب حقوق شناسانی دعوت کرده ما در برنامه های آینده به آن جواب های مشخص خواهید گرفت. و سوال آخرین برای این برنامه از نام ساکن ناحیه فیض آباد نظرزاده مردان میگویند که پدرم هنگام خانه‌دار شویم با من منزل استقامتی که در شهر دوشنبه واقع بود و به نام آنها بود توفه نمودند. برادر خردی هم باید خانه‌دار شود و پدرم طلب دارند که همین منزل استقامتی را من به نام دادر خردی هم حجت گذاری کنم. میخواستم بفهمم که آیا صاحب ملک بعدی با امضا رساندن شرطنامه توفه حقوق دارد که همین شرطنامه را به اعتبار نماید؟ اگر که بحث پیدا شود بین پدر، پسر یا برادری او، در چنین حالت ها حقوق دارند که به سود با عریضه دعوی مراجعه نمایند اید به اعتبار دانستن شرطنامه توفه و آن عریضه دعوی خود را اساسناک نمایند. بعضی حالت های است که هنگام بستن شرطنامه که در کدکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان اومده است، اگر ویران شده باشد طلبات های قانونگذاری عمل کننده امروزه جمهوری تاجیکستان، حقوق دارند که به سود پیشنهاد نمایند و از محتوای سوالی داده شده بین پدر و پسر و دادری وی بحث پیدا شده است و در این حالت میتوانند که اویدی بحث حل نمودن بحث مذکور به سود با عریضه مراجعه نمایند و البته پدر آنها که شرطنامه صاحب مول پدر است، پدر خواهد امروز طبق قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان میتواند که شرطنامه توفه به این پسرش، امروز که پدر در قید حیات هستند و یا حقوق دارند به چون و چرا که از همون شرطنامه توفه کردگیشون دست کشند. سلامت باشید و بینندگان گرامی، دارشم که در مهمانی ما قرار داشتند و با سوال و مشکلات شما پاسخ گفتند و مسئلات های حقوقی دادند. سودیای سودی اقتصادی شهر دوشنبه برادزاده زمرد محرمیان، شما رو بار دیگر برای تشریفتان و جواب گفتن به سوال های شهروندان عرض سپاس میگویم. سلامت باشید. بینندگان گرامی، چونه که میگویند ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند، ولی دانستن آن همیشه منفعت بخش شماست. سلامت و بردم و با شبکه جهان باشید.